مسئولان شهرداری کابل برنامه آگاهی دهی پیرامون ترویج فرهنگ شهرنشینی را از مکتب استقلال آغاز کرده میگویند که باشندگان کابل در قسمت رعایت فرهنگ شهرنشینی بیپروا هستند. ولی گل جواد رئیس فرهنگ شهرداری کابل امروز در هنگام افتتاح این برنامه در مکتب استقلال گفت کابل قدیم از نگاه زیبایی در منطقه بی‌نظیر بوده، اما به مرور زمان این شهر زیباییش را از دست داده است. مصطفی شهریار از کابل گزارش می‌دهد. ولی گل جواد رئیس فرهنگ شهرداری کابل امروز هنگام افتتاح این برنامه در مکتب استقلال گفت کابل قدیم از نگاه زیبایی در منطقه بی‌نظیر بوده، اما به مرور زمان این شهر زیباییش را از دست داده است. قاری گل جواد افزود کابل امروز به یک شهر بی‌فرهنگ تبدیل شده که باشندگان آن فرهنگ شهرنشینی را مراعات نمی‌کنند. آنها باید دست به دست هم بدهند تا فرهنگ اصیل کابلی و اسلامی خویش را مراعات نمایند. رئیس فرهنگ شهرداری کابل با بیان اینکه اساتید مکاتب و دانشگاه ها و ملای امامان مساجد نقش اساسی را در ترویج فرهنگ شهرنشینی بازی می کند، از مردم خواست که فرهنگ شهرنشینی را رعایت کرده و در قسمت سرسبزی این شهر شهرداری کابل را یاری رسانند. متاسفانه باید بگم که واقعا یک شهر بی فرهنگ و بی کلتور داریم ما. شما بیایید که دست به دست هم بدهیم، دوباره فرهنگ و کلتور اصلی افغانی و اسلامی خود دوباره زنده بسازیم. در همین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل گفت یک بخش بزرگ از وظایف شهرداری کابل ایجاد فرهنگ نو و ترویج شهرنشینی می باشد. وی با بیان اینکه مکاتب و دانشگاه ها محل تجمع مردم است گفت که آنها برنامه ترویج فرهنگ شهرنشینی را امروز از مکتب استقلال آغاز کرده و پلان دارند که این برنامه را در 35 مکتب کابل، دانشگاه ها و دیگر محلات تجمع عامه تطبیق نمایند. آقای بارکزی گفت برنامه آنها با آگاهی دهی دانش آموزان آغاز شده که از نهال غرق شده در محلات عمومی چگونه نگهداری کرده و برای حفظ و مراقبت آنها تلاش کنند. ما می خواهیم از نسل که امروز 7 ساله تا 12 ساله و 10 ساله است اینا رو بیشتر با می فرهنگ آشنا بکنیم، با می مواردی که در شهر جریان داره، با می که تنها این را وظیفه شهرداری نداره که نهار رو بعد شهرداری تنها بعد را بیاری بکنه. اگر نهار پیشروی خانه ما یا پیشروی دکان ما است به عنوان یک واجبه اخلاقی چقدر خوب است که ما هم در آبیاری و سهم داشته باشم، چون در قدم اول پیشروی خانه و پیشروی دکان ما که است ما هم از اون نفع میبرم و در جمعی اگر بخواهیم که بودیم خود شهر هم از اون نفع میبرم. در همین رابطه حبیب الله منصور معاون شهرداری کابل گفت استادان باید شاگردان و نونهالان را به صورت امانت و بهترین وجه تربیت کنند. آقای منصور گفت مکتب برای رفتار اجتماعی اولین گامی است که دانش آموزان در آن به فراگیری رفتارها میپردازند. معلمین و دغه ځوانان چې دلته ناست دي، کوم شاګردان متعلمین چې تاسو ته راغلي دي، د افغانستان ملت په معلمینو باندې اعتماد کړی، خپل زوی ورته رالیږلی مکتب ته، دا یو امانت دی د تاسو سره. قدرمنو د دې امانت سره ډیر خیال وساتئ. همزمان با افزایش سریع نفوس افغانستان و رشد شهرنشینی، رعایت نکردن فرهنگ شهرنشینی در شهرهای مختلف به ویژه در کابل بیش از پیش نمایان شده است. شهرنشینی با وجود رشد و مزایایی که برای ساکنانش دارد، رعایت فرهنگ ویژه از جمله آداب و نزاکت‌هایی را نیز به همراه دارد که رعایت نکردن آن نوع تجاوز به حریم قانونی دیگران محسوب می‌شود. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.